کلام خدا ما رو تشویق میکنه که او رو با ساز و آواز بپرستیم. من جیلبرت هستم، مجری این برنامه. در برنامه ساز و پرستش هستیم و میخواییم خدا رو با همدیگه بپرستیم. در این برنامه شما میتونید اشعار یا سرودهایی رو که نوشتین رو بفرستید و ما بعضی از اونها رو اجرا خواهیم کرد، و یا میتونید صدای خودتون رو ضبط بکنید و به صورت MP3 اون رو به ما بفرستید و بعضی از اونها رو ما پخش خواهیم کرد. خدا شما رو برکت بده. بیایید با همدیگه خدا رو بپرستیم. خدا رو شکر میکنیم به خاطر این فرصتی که میتونیم با همدیگه باشیم و خدا رو بپرستیم. محبت خداوند در دلهای ما هست و در میان ما هست و در سرود ما هست. آنده برادر عزیزم با من امروز همکاری میکنه و خدا رو با همدیگه میپرستیم. با صدای بلند بخونیم: محبت خداوند ریخته در اردوی ما، از حضور خداوند شاد شده دلهای ما. ما هم شاد و خندانیم، با هم سرود میخوانیم، با محبت عیسی همدیگر را دوست داریم. محبت، محبت، محبت خدا تنها شو آری ما، فرزندان خدا. چقدر خوب و شیرین است با یک دیگر جمع شویم، با محبت عیسی خدا را به سراییم. دست ها را برافرازیم در حضور خداوند، گوییم با هم یک صدا دوست داریم مسیحا. با هم صدای بلند: محبت، محبت، محبت خدا تنها شعار ما، ترسندان در اردوی ما. یهوه خدای ما میخرامد بین ما، حضور او آشکار است به روی خیمه ما. همه خوانیم یک صدا جلالت باد مسیحا. محبت، محبت، محبت خدا تنها شو دیگه. با هم میخونیم: محبت، 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 محبت خدا تنها شعار ما، فرزندان خدا. محبت، محبت، محبت خدا تنها شعار ما، فرزندان خدا. آمین، آمین. خدا رو شکر میکنیم که این محبت میتونه نه فقط شعار ما باشه، بلکه در عمل زندگی ما باشه. کلام خدا ما رو تشویق میکنن که خدا رو بپرستیم و از روی محبت او رو بپرستیم. در مزمور 121 میگه: چشمان خود را به سوی کوها برمی افرازم که از آنجا اعانت من می آید. اعانت من از جانب خداوند است
که آسمان و زمین را آفرید. او نخواهد گذاشت که پای تو لغزش خورد. او که حافظ توست نخواهد خوابید. خدا رو شکر میکنیم که چنین خدایی داریم که نمیخوابه، و چون که نمیخوابه از ما هم میخواد که ما هم هوشیار و بیدار باشیم در این جنگ روحانی که هستیم، بجنگیم. و کلام خدا میگه که جنگ ما با انسان ها نیست، جنگ ما با جسم و خون نیست، بلکه با ریاسات، با قوت ها، با نیروهای تاریکیه. و ما با دعا می جنگیم، ما با پرستش می جنگیم، ما با اعلان می جنگیم، ما با کلام خدا می جنگیم، و مسلماً در این جنگ پیروزی از آن ماست. بیایید با هم دیگه بخونیم. نبرد ما با جسم و خون نیست، نبرد است با نیروهای ظلمت، نبرد ما با انسان ها نیست، نبرد است با دشمن ظلمت. من ساده هم با شمشیر روحش، من ساده هم با سپر ایمان، من ساده هم تا فریاد سردهم به نام عیسی دوش و شیطان. من استادم، من ساده هم با شمشیر روحش، من ساده هم با سپر ایمان، من ایستاده هم تا فریاد سردهم به نام عیسی دوش و شیطان. عیسی شاه شاهان، عیسی رب و رباب، عیسی سرور آسمان. عیسی شاه شاهان، عیسی رب و رباب، عیسی سرور آسمان. من ایستاده ام با شمشیر روحش، من ایستاده ام با سپر ایمان، من ایستاده ام تا فریاد سردهم به نام عیسی دوش و شیطان. من ایستاده ام با شمشیر روحش، من ایستاده ام با سپر ایمان، من ایستاده ام تا فریاد سردهم به نام عیسی دوش و شیطان. با صدای بلند، عیسی شاه شاهان، عیسی رب و رباب، عیسی سرور آسمان. عیسی شاه شاهان، عیسی رب و رباب، عیسی سرور آسمان. عیسی شاه شاهان، عیسی رب و رباب، عیسی سفر آسمان. عیسی شاه شاهان، عیسی رب و رب، عیسی سفر آسمان. عیسی آمین. نامی هست که برتر از هر نامی هست، نامی هست که درش قدرت هست، نامی هست که حتی دیوها، کلام خدا میگه، میلرزند و میترسند از این اسم. و کلام خدا در عبرانیان به آن میگه که چون که عیسی مسیح این کار رو برای ما انجام داده و در واقع قربانی شده به جای ما، برای ما، گناهان ما رو به دوش خودش گرفته، برای همین در نتیجه این صلیب و قیام ما امروز میتونیم با شجاعت، با دلیری، کلام خدا میگه، به حضور خدا بیاییم. و این سرود میگه میایم تا در حضور تو بینم رویت روبرو. میایم تا در حضور تو بینم رویت روبرو، زانو زنم در حضورت، فیضت را میطلبم. زانو زنم در حضورت، فیضت را میطلبم. با هم دیگه بخونیم. میایم تا در حضور تو بینم رویت روبرو، زانو زنم
تنم در حضورت فیضت را می طلبم، زانو زنم در حضورت فیضت را می طلبم. قدوس قادر پر جلال خداوند، قدوس قادر پر جلال خداوند، میایم تا در حضور تو بینم رویت رو به رو، زانو زنم در حضورت فیضت را می طلبم، زانو زنم در حضورت فیضت را می طلبم. با صدای بلند هر جایی که هستی بپرست، قدوس خالق پر جلال خداوند. دعا کنیم. هللویا. ای خداوند، تو قدوس هستی، تو شایسته هستی. واقعا زبان قادر نیست به بیان این محبتی که در دل ما هست. خداوندا، ما واقعا تو رو دوست داریم، چرا که تو ما رو دوست داشتی. امروز میگیم که خداوندا، تو پادشاه ما هستی، تو سرور ما هستی، تو سلطان هستی، تویی که قادر هستی، تویی که شجاع هستی، تویی که از ازل بودی و تا به ابد خواهی بود، تویی که ابتدا و انتها هستی، تویی که الف و یا هستی، تویی که شاه شاهان، رب الارباب، پدر سرمدی هستی، تویی که خدا هستی، تویی که آفریننده هستی. امروز دعای ما این است که جلال بیاب در پرستش ما، در زندگی ما، در عمل کرده ما، در واکنش های ما خداوندا، در زندگی روزمره ما، هر جایی که هستیم جلال بیاب. و خداوندا، این تنها کاری است که ما میتونیم برای تو بکنیم. خداوندا، هیچ کاری از دست ما بر نمیاد برای تو انجام بدیم و تو احتیاج نداری به هر کدوم از کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم، بلکه تو ما رو میخوای. و برای همین است خداوندا که ما خودمون رو تقدیم تو میکنیم، چون که این هست اراده تو. و حتی خداوندا، این هم از روی محبت توست، چرا که وقتی ما خودمون رو تسلیم تو میکنیم، وقتی تقدیم تو میکنیم خودمون رو، اون موقع ما برکت میگیریم، اون موقع حضور شیرین تو در زندگی ما هست و خداوندا، زندگی ما بهار و تراوت میشه، تازگی میشه. آمین، آمین. خدا رو شکر، بسیار عالی هست خدایی که ما داریم. یکی از کارهایی که خداوند برای ما انجام میده این هست که میاد و لباس عدالت بر تن ما میکنه. اجازه بدید من افسوسیان 6 رو بخونم. میگه لذا اسلحه تام خدا را بردارید تا بتوانید در روز شریر مقاومت کنید و همه کار را به جا آورده بایستید. پس کمر خود را به راستی بسته و جوشن عدالت را در بر کرده بایستید. عیسی مسیح اومده که راستی و فیض رو بیاره،
راستی از خداوند، کلام راست و جوشن عدالت و نعلین استداد انجیل سلامتی را در پا کنید. بر روی این همه سپر ایمان را بکشید که به آن بتوانید تمامی تیرهای آتشین شریر را خاموش بکنید. تیرهای آتشین شریر مثل جنگ‌هایی که می‌شد، گرچه خیلی ها سپر داشتن، ولی با وجود اینکه سپر داشتن ولی می‌ترسیدن از این تیرهای آتشین، و در واقع این تیرهای آتشین به جسمشون حمله نمی‌کرد، بلکه بیشتر به فکرشون حمله می‌کرد. امروز شیطان هم همین کار رو می‌کنه. همینطور که ما خوندیم در سرود قبلی، ما می‌جنگیم و همه اینها رو می‌خوایم داشته باشیم در زندگیمون. بر روی این همه سپر ایمان، و بعد میگه خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید. خداوند ما رو مجهز میکنه با تمام اینهایی که خوندیم، ما رو مجهز میکنه از سر تا پا، و کلام خدا میگه لباس عدالت رو بر تن ما میکنه. لباس کهنه ما، همطور که اشعیا 66 اگه اشتباه نکنم میگه، واقعا کثیفه، کهنه هست، پاره پوره است، در با داغونه، ولی عیسی مسیح لباس عدالت خودش رو، لباس و ردای پاک و قدوسیت رو بر تن ما میکنه و تمام اون گناهان رو میپوشونه. این سرود در این مورد هست، لباس عدالت کردی عطا. یا سرایم سرود نجات، که رهاندی از موت بدادی حیات، ز دست تو گشته زفرها پدید، ز خون مسیحا که ما را خرید. لباس عدالت کردی عطا، سلاح تام خدا نزد ما، به ضد شری جنگ نیکو کنم، تاج حیات را به دست آورم. خدایا تو این حافظ مومنی، ز تیرها و دام شریر در کمی، کلامت به ما لرزه سندهد، به یک نشوی پر جروحت دمد. همه با هم لباس عدالت کردی عطا، سلاح تام خدا نزد ما، ضد شریر جنگ نیکو کنم، تاج حیات را به دست آورم. خدایا تو چشم دلم باز نما، تشخیص دهم را راست و خطا، ز مکر ابلیس شوم با خبر، رهایی دهی تو مرا از خطر. لباس عدالت کردی عطا، سلاح تام خدا نزد ما، به ضد شری جنگ نیکو کنم، تاج حیات را به دست. یک بار دیگه با هم لباس عدالت کردی عطا، سلاح تام خدا نزد ما، به ضد شریر جنگ نیکو کنم، تاج حیات را به دست آورم. لباس عدالت کردی عطا، سلاح تام خدا نزد ما، به ضد شریر جنگ نیکو کنم، تاج حیات را به دست آورم. آمین. خدا رو شکر، خدا رو شکر. و واقعا هم همینطور است، وقتی ما جنگ نیکو رو میکنیم، تاج حیات رو به دست میاریم. در عبرانیان باب 12 است اگه اشتباه نکنم، که کلام خدا میگه که در واقع این زندگی مثل یک میدانی هست که ما میدویم، و دو میدانی هست ولی دو مسابقه نیست، دو ماراتونه. یعنی فقط یک جایزه نیست برای یک نفر، اول دوم سوم نداریم. هر کس که دابه آخر صبر بکند، کلام خدا میگه که همان نجات یابد. و وقتی ما زندگیمون رو تسلیم خداوند میکنیم و در این میدان میدویم،
نه به چپ نه به راست نگاه میکنیم. در این میدانی که شما میدوین خیلی ها برای شما دست میزنن، خیلی ها تشویق میکنن، خیلی ها هورا میگن، شیپور میزنن واسهتون و شعارهای زیبایی میدن، اونجا شاید اسمتون رو نگه داشتن. در این میدان شما اگه بخواید به اینا نگاه بکنید، شاید یه خود آرومتر بتونید راه برید، چون که بعد وایس بگی خیلی متشکرم ممنونم. در این میدانی که پیش روی ما مقرر شده، عبرانیان میگه بیاییم بود داییم، قرار نیست ما وایسیم و تشویق ها و صحبت های مردم رو بیش از حد در نظر بگیریم، و اگه بیش از حد اونا رو در نظر بگیریم و به خودمون بگیریم، شاید سرمون گنده بشه و شاید مغرور بشیم. و یه گروه دیگه هم هستن که با ما مخالفت میکنن، شاید حتی ایماندارانی هستن که نمیدونم به هر دلیلی شاید شما رو دوست ندارن. وای نستید که ثابت بکنید که من درستم و دارم در این مسیر حرکت میکنم. شما آقا مسیر رو برو، به عیسی مسیح نگاه بکن، پیشوا، و اون کسی که در واقع همین ایمان رو به شما داده، به این پیشوا نگاه میکنی، حرکت میکنی، نه به تشویقا بیش از حد توجه میکنی، نه به اون توبیخا و در واقع اون صحبتای منفی که در مورد تو میشه. در این میدان میدویم و خداوند با ما هست. بیایید ادامه بدیم پرستشمون رو. کلام خدا ما رو تشویق میکنه که ما این دعا رو بکنیم: در قلب من سلطنت کن. زمین و آسمان آبهای بسیار در دستهای توست خدای قادر، این از خواهش و هم آرزویم. شاه من باش ای خدا من، در قلب من سلطنت کن، با قدرتت خداوندم، در شادیم در تنگی ها سلطان زندگیم با. بگذار وجودم جلالت دهد، افکار دلم تو را شاد سازد، تو برترینی در زندگیم. شاه من باش ای خدا من، در قلب من سلطنت کن، با قدرتت خداوندم، در شادیم در تنگی ها سلطان زندگیم با. صخره و نجات ما، تنها حقیقت، تنها راه ما، توی صاحب و مالک جان ها. شاه من باش ای خداوند همه، در قلب من سلطنت کن، با قدرتت خداوندم، در شادیم در تنگی ها سلطان زندگیم با. در قلب من سلطنت کن، با قدرتت ای خداوند، در شادیم در تنگی ها سلطان زندگیم با. خدا رو شکر به خاطر اینکه خداوند میخواد سلطان باشه، و وقتی سلطان زندگی ما میشه خیلی چیزا فرق میکنه، زندگی زیبا میشه. ناهید از سنندج 14 سالش هست و این شعر بسیار زیبا رو نوشته. ناهید جان خدا برکتت بده، بسیار زیبا نوشتی، من کیف کردم راستش وقتی، مخصوصا وقتی فهمیدم که 14 ساله هستی و به عنوان یک نوجوان اینقدر مسیح رو دوست داری. برای تو دعای برکت کردم و دعا میکنم که در زندگیت مبارک باشی، موفق باشی، و سنت که ای خودم بالاتر میره شاید وسوسه ها بیشتر باشه. دعای محافظت برای تو میکنیم و
دعا میکنم که همیشه برای مسیح زندگی بکنی، برای مسیح بنویسی و همه چیزت مال مسیحه، مسیح هم همه چیزش مال تو باشه. این شعر رو از ناهید عزیز میخونیم. خداوندا پناه من تنها تویی تو، محراب و منظور دعایم تویی تو. همه درد و همه جفا تو بردار ز راهم، که جز توکل به تو سرمایه دیگر ندارم. براو، خیلی قشنگ نوشتی ناهید جان، خدا برکت بده. من دادم قلب و تو روح دادی به جانم، من خطا کردم و تو سزای کارهایم. مردم و زنده شدم با مرگ و قیامت، همه وجودم تقدیم به کلام نجات بخشد. من که ز خود پدر چیزی ندارم، گر این جسم نیز هست حاصل محبت پروردگارم. همان که دادی اکنون هم مال خود توست، که مرا خریدی و آزاد کردی با روح القدس. ای خدای من که در آسمانی، نام تو در جلال و قدس لاینتهایی. خدا برکتت بده ناهید جان، بسیار زیبا، مخصوصا اون قسمت اول. به نظر من مژده خوش انجیل رو در سه جمله گفتی، که چطور من جز توکل کار دیگه نمیتونم انجام بدم، منی که درد و جفا دارم قلب و روحم رو به تو میدم، چرا که تو خطا و سزای من رو برداشتی، مردی و زنده شدی با مرگ و قیامت، پس همه وجودم تسلیم کلام نجات بخشت. خدا شما رو برکت بده تا برنامه بعدی. خداحافظ.